این قاب فلزیه، نگاه کنید. من برای اینکه این خاک نریزه میام چیکار میکنم؟ از یه سری قاب فلزی استفاده میکنم. این قاب رو هی به جلو حرکت میدم، قاب رو میذارم پشتش، مش میذارم، بتون ریزی میکنم، خودشو که گرفت یه لاینینگ یا یک پوششی که اینجا ایجاد کرد، بعد این قاب رو به جلو حرکت میدم برای اینه که خاک نریزه. ببینید اینجا الان ما این قاب رو گذاشتیم، پشتش رو در واقع شات کلید کردن، بتون ریزی کردن و این قاب هی به جلو حرکت داده میشه. هم زمانی که داخلش میخوان خاک برداری کنن خاک نمیریزه روشون، یعنی فرضاً داخل که میرن خاک برداری کنن زیر یه قابیه در واقع، همین که در واقع میتونن ازش به عنوان قالب استفاده کنن، اینجا لاینینگ رو اجرا کنن. پس منظور از قاب فلزی چنین چیزیه. مش و شات کلید هم که باش آشنا هستید، مثلا اینجا توی این تصویر میبینید که اینجا مش بندی شده و شات کلید انجام شده برای اینکه یک پارچگی بین سطح خاک ایجاد بشه و خاک نریزه، درست مثل پایدارسازی ترانشه ها. و از اون طرف راک بولت هم که میدونید چیه دیگه، راک که میشه صخره یا سنگ و بولت هم که همون بولت ما یا مهار ماست، یعنی اصطلاحا هم بهش میگم بولت سنگ، یعنی من این بولت رو میزنم تو سنگ که نگه داره اون المان منو مهارم کنه. نگاه کنید اینجا الان من این بولت رو تو این دیواره تونل زدم به این سنگم و باعث شده که این پوششی که اینجا داشتم رو نگه داره. مثلا اگر من اینجا بین این مشها بیام یه راک بولت کنم، سوراخ کنم، بزنم به سنگ و در واقع اونجا محکمش کنم، چه اتفاقی میفته؟ خب این پوشش رو به اون سنگ دوختم، به اون سنگ متصل کردم و اصطلاحا بهش میگن راک بولت.